نقد و نظر. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة والسلام على مولانا رسول الله و آله آل الله و على عدائهم لعنت الله. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أثر سميميات، أثر إخلاص وإرادات، محضر شريف شما بینندگان فرهیخته شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، پیروان مکتب اهل بیت، ارادتمندان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، منتظران ظهور و کسانی که همواره در شوق زیارت کربلا و آتش قدم زدن در بین الحرمین و عتب بوسی آستان مقدس سلام عرض میکنم، سلامی مخلصانه و ارادتمندانه. خب، نقد و نظر هست با حضور آیت الله موسوی زنجانی و طرح مباحثی که بی پرده، صریح، کاملا علمی و در عین حال در کمال ادب و روشمندی شما نقد و نظر رو تماشا می کنید. برنامه‌ای که ویژه معاویه تهیه شده، چه بسا البته گاه پیش میاد در دل بحث به زوایایی وارد میشیم که ممکنه بعضی بینندگان گمان کنن که ما از بحث خارج شدیم، اما نه، همیشه اون رابط و اون رشته اتصال موجود هست. یعنی گاهی یک عملی صورت میگیره در دوران بنی امیه که طرح اون لازم هست، ناچار باید اون رو در بحث معاویه جا بدیم. در جلسه پیش خاطرتون هست که گفتیم اونها یعنی اسلام اموی ادعا کردن که قرآن علی سلام الله علیه پیدا کردیم، قرآن علی اینه، و آمدن طرح کردن تحت عنوان قرآن پنهان علی ابن ابی طالب. وقتی اون رو بررسی کردیم دیدیم باز این هم یک ابزاری است برای مبارزه با اهل بیت. بعضی از سوره ها رو انداختند، سوره های مهمی که در اون سوره ها حقانیت اهل بیت صریح تر و گسترده تر طرح شده. بعضی سوره ها رو جابجا کردند و در یک جمله قرآن رو مسله کردند و ازش کاستند و گفتن این قرآن علی ابن ابی طالبه، در حالی که عقیده ما شیعه ها اینه که قرآن حضرت امیرالمومنین جزو مواریث هست و حضرت حجت سلام الله علیه وقتی ظهور میکنن و مواریث رو ارائه میدن یکی از اونها همین قرآن هست. و گفتیم که در مکتب اهل بیت این قرآن در واقع همان قرآنی است که صراحتن رسول خدا به امیرالمومنین دستور میدادند که فلان آیه رو فلان جا بده، این آیه ها در فلان سوره قبل از آیه های فلان و بعد از آیه های فلان قرار بدید، و حضرت در حاشیه اون شأن نزول ها رو می نوشت و نیز می نوشت که معنا و مفهوم و تفسیر این آیه چیست. به همین خاطر قرآن کاملی است که انسان محروم شد از این فضائل و معارف تا بالاخره زمان ظهور ان شاء الله اینها برملا میشه و عرضه میشه. خب، بحث رو ادامه میدیم و من از طرف شما محضر استاد ارجمندمون حضرت آیت الله موسوی زنجانی سلام عرض میکنم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمد. بنده هم سلام عرض میکنم محضر حضرت عالی و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان زحمت کش در این فضا. علیکم السلام و رحمت الله. تقدیم به حضرت فاطمه زهرا آغاز میکنیم این برنامه رو، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم.
مسلماً در قرآن دو تا آیه داریم، آیه 80 توبه و 6 منافقون. خدا فرموده است چه استغفار بکنی ای رسول من، چه استغفار نکنی. استغفرت لهم ام لم تستغفر در سوره مبارکه توبه هست، ولو 70 مره 70 بار طلب بخشش بکنی، من منافقین را ببخشم نخواهم بخشید. پس اگر پیغمبر با وجود این دعای به منافقی، اونم سران منافقین، استغفار بکنه، نماز میت بخانه، قطعا منهیس و لغوه، حداقلش لغوه. بحث شما بوی عشره مبشره میده. حالا پله پله بریم ببین حاصل چی میشه. پس مطلب بله. اول تمام شد. بله. در قرآن سوره مبارکه توبه آیه 80 و سوره منافقون آیه مبارکه 6 سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. اگر منافق باشد چه بسا ممکنه رسول خدا به خاطر مصالحی، به خاطر یک درایت خاصی حضور پیدا کنه در یک مراسم که وظیفه ما اطاعت و پذیرشه، نه اینکه جلوی حضرت وایسیم بگیم چرا این کارو کردید. خب بس یک مطلب روشن شد، نیاز به بحث دومم نداره. پله اول روشن شد، در قرآن استغفار، طلب بخشش، دعا، نماز خوندن به جنازه منافقون ممنوعه، اون هم تأکیدن، منظور 70 نیست، عدد 40، عدد 70، اینها مبین کثرته و هزار. بله و هزار. خب پس ممنوعه. حزب معاویه که امروز پرچمدارانشون وهابیون هستن، آمدن یک کار عظیمی انجام دادن، خطرناک بر ضد قرآن و پیغمبر. امروز من متمرکز میشم به بیان، تمام اسناد رو هم آوردم، یعنی اینجا الان روی میزه، هیچ کدوم نسیه نیست، اما نیاز داره به مناظره ای صحبت کنیم. دو نفری مجری کارشناسی رو بذاریم کنار. هر جا احساس فرمودید که کمبود داریم در بیان، خلایی هست معمولنم دارم من، خب اونجا مطلب را برسونید. معاویه دو تا کار انجام داد. حزب معاویه، کلمه معاویه به خاطر اینکه بیان کنه از یک جریان، نه شخص معاویه. اون این است که بیاییم بر ضد پیغمبر شأن و نزول بسازیم، بیاریم پایین و به نفع خلفا کرامت بسازیم. اما میگن دروگو چیشی نداره، حافظه نداره. اینجا میگم آرام بریم، نیاز به سرعت یا سخنرانی نمیدونم مسلسل وار صحبت کردن نیست. بله خیلی ظریف کار. بله. ریسمان بازی، سیرک بازی اینجا. آمدن گفتن که پیغمبر اسلام، ببین روایت در متون اهل سنت، اونم در حد تواتر با الفاظ مختلف، منافقی از دنیا رفت، اون هم رئیس منافقی، دستور داد جنازه‌اش رو از قبر آوردن بیرون. منافقی از دنیا رفته، دو آیه گفته به منافقین نباید دعا کنید، 70 بارم دعا کنید من قبول نمی کنم. پیغمبر فرمود جنازه منافق رو بیارید بیرون، عبدالله بن ابی را با رطوبت لبهای مبارکش کل بدن این شخص رو مانند مومیایی خیس کرد. چرا؟ دیگه عذابی به این بدن وارد نشد. این یک روایت، یه روایتی است که موجود هست. بله نگید ما گفتیم ها، بگیم یک روایته، یک روایتی است که آقایان وهابیون نقل کردن. یعنی ما یاد بدیم به این آقایون شبکه‌های نفتی دلاری، بله بگیم میتونید این تیکر فرمایشات آقا رو قطع کنید، همین بحثو بذارید، بعد بگید ایشون فرمود. بله کما اینکه بارها این کارو کردید. دو، پیغمبر، روایت بعدی، پیغمبر اسلام به پسر عبدالله ابن ابی گفت که بابات کجاست؟ گفت آقا فوت کرده، وصیت کرده پیرهنت رو کفن درست کنه، شاید از عذاب بالاخره جلوگیری بکنه. خود حضرت عالی هم ایشون نظرش نیست که نمازش رو بخونه. پیغمبر رفت منزل ایشون،
در تشییع جنازه شرکت کرد، نماز هم خوند، دعا هم کرد. دعا هم، این روایت دوم. اونم نه یکی دوتا ها، ما داریم یک قرائت دومه. من یه توضیح بدم، پسر عبدالله بن ابی رو نباید با پسر با پدر قیاس کرد. مؤمن بود، مؤمن بود. بله. حتی همین میگم اینجا توضیح بده، همین ایشون از مؤمنین بوده، پیغمبر هم علاقه داشته، پسرش متدین شده بود، منافق نبود. آیه نازل شده بود که یک بخشی از تاریخ رو برای ما باز میکنه. در یک جریانی عبدالله ابن ابی ناراحت شد، جلوی رسول خدا ایستاد، منافق بود، خودش قاطی مسلمان های کرده بود، اما در واقع با مکه است. گفت ما برگردیم مدینه، میدونیم باتون چه کار کنیم، ماها که عزت داریم، شما آدمای ذلیل حقیری که خونه نداشتید پاشید از مکه بهتون جا دادیم. یعنی رسول خدا لا رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل بل الله العزه ولرسوله وللمؤمنين. اونجا و رفت. بله. عبدالله بن ابی رفت. بله. و اونجا خب رسول خدا ناراحت شد، اصحاب ناراحت شدن، همین پسر آمد پیش پدر، پیش رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه، گفت آقا جان، خطاب به رسول خدا، اجازه بده من بکشم پدرمو. حضرت مانع شد. بله. و از جمله به ایشون فرمود که اگه این کارو بکنی عمرت کم میشه. باز اون پسر گفت حاضرم. بله. حتی بمیرم. بله. اما اونی که شما رو مسجی رو بالله ذلیل خونده و شما مهاجران رو ذلیل خونده، اون مستحق مرگه. این البته از زبان امام صادق قضای دیگه‌ای داره، بگذاریم. خب قرائت دوم اینه که رسول خدا از پسر پرسید پدرت که واقعا فوت کرد. بله. و لباسی از شما میخوایم به عنوان کفن، و در این حال راغب بود که شما نماز بخونید. بله. وسط این جعلیات به امام باقر گفتن آقا قضیه داره خیلی بزرگ میشه، بر ضد پیغمبر دست های این چیزها رو دارن میسازن ها، واقعیت چیه؟ امام باقر فرمود پسر خوب بود، پیغمبر شنید عبدالله بن ابی منافق چی شده، مریض شده، پیام میفرستاد به پسره که نور چشم پیغمبر شده بود، متدین بود، گفت پسرم اگر بابات فوت کرد به من اطلاع بده، بی خبر نباشم. اینو امام باقر میفرماید. وقتی خبر آوردن که فلانی سلام رسان گفت بابام فوت کرده، پیغمبر اسلام آمد دست گذاشت روی شونه این پسره، در بعض اخبار هست که دستشو گرفت مثلا دیگه به عنوان چی، در کنار جنازه، فمزا پیغمبر برگشت، لا یسلی ولا یقم علی قبره، نه دعا کرد، نه نماز خون، نه بر قبر منافق، هیچ. این نظر ما شیعه ها از زبان. بله. امام باقر. و نظر سوم، نظر بله امام باقر فرمود عمر به پیغمبر اسلام در حین رفتن گفت کجا، گفت که پسر ایشون پیام داده. چهارمی رو دارید میخونید؟ نه نه، ادامه اینه. ادامه اینه. پسر عبدالله بن ابی که مؤمن هست به من گفت آقام فوت کرده، من گفتم بیشون مثلا یک دلداری به پسره، نه باباش، که دلداری بدم میرم دنبال. گفت که مگر آیه نازل نشده شما نباید به منافق نماز بخوانی و بلا تقوم علا قبره، کنار قبر استاده، یعنی دعا کردن. گفت عمر من نه نماز خوندم و نه نماز میخوانم و نه بر طرف مزارش میرم. چی داری میگی؟ اول یه جمله گفت، پیغمبر حرف نزد، دومین بار جواب عمر را گفت، عمر عذرخواهی کرد، اعوذ بالله من سخط الله و من سخط رسوله. این قضیه بود، عمر فکر میکرده پیغمبر میخواد بره چی؟ نماز بخونه. ضمن این که البته حالا توی معترضه بگیم، تو وظیفت نیست که رسول خدا رو یاد بدی. حالا احسن، میخواییم برسیم همونجا. بعدها امام باقر فرمودن میدونی جریان چی بود؟ اینها چندین صد خانواده بودن، این منافقین، پیغمبر دل این پسر منافق را که به دست آورد مسلمان شد علاقه داشت، با این لعین، با این نرمی اونها را جذب کنه، و اتفاقا جذب هم کرد، محصول داشت. خب این قضیه بود. حالا ببینید چی درست کردن. حزب معاویه، روایت سوم اونها اینه. آره. سوم اونها، برگردیم به اونها، وسطه نظر امام باقر را گفتن، پرانتز بسته شد، ما نظر امام باقر را حس میکنیم. بله.
نظر سوم میشه اینی که الان اموی ها به این دلیل وسط گفتم تا ذهن شریف بینندگان نره دنبال قضیه بگه خب من نفهمیدم واقع چی بوده. واقع رو گفتیم بدانید واقع اینه. بعد خبر سوم اونها اینه پیغمبر اسلام رفت تشییع کرد، پیراهنش رو هم داد کفن بشه، نماز هم خوند، دعا هم کرد. اما در حین این عمل عمر از زمین برخاست جلو پیغمبر ایستاد نماز راه نخون راه را بس اخذ ثوب رسول الله. چی ترجمه میشه؟ یا به تعبیری داره اخذ به جلابیبه. بله اونم هست، یعنی یقه پیغمبر رو گرفت. در یکی از روایات نوشته که من تلابیبه اینی کنت حائلا بین رسول الله و بین القبله. عمر میگه طبق این روایات میگه من بین پیغمبر و قبله حائل شدم، آقا نماز نخون، اما از جسارت خودم شرمندم که چقدر من جسارت کردم پیغمبر. این هم این روایت چی میشه نتیجهش؟ پس پیغمبر نماز خونده طبق نظر اونا. اونها همین روایت تکرار شده با این عبارت، عمر گفت که وقد نهاك الله ان تصلي عليه، خدا ممنوعت کرده تو پیغمبر برای چی نماز را میخونی؟ البته لحن رو اینجوری باید ترجمه بکنی با عرض معذرت، این عبارتش اینه دیگه، خدا که نهیت کرده بله. برای چی نماز میخونی؟ خطاب به پیغمبر. پیغمبر یاد میده عمر به پیغمبر تو چرا متوجه نهی خدا نیستی. درست عبارت دقت کن، اینجا بایستی اجتهاد کنیم. ثم صلى فانزل الله لا تصل عليهم. این تناقض، این اینجا یکی از موافقات عمر به قول اونها. حالا ببینید دروغ خود به خود جوشید. روایت سازنده روایت میگه عمر گفت خدا نهیت کرده ای پیغمبر به منافق نماز نخوان. وقتی که پیغمبر نماز خون آیه نازل شد نخوان، پس نهی بعدن نازل شده که همون روایت همون خبر. و اینجوری میشه ببینید الان اول روایت میگه چی؟ از ذهن پاک کنیم. بله روایت اسلام اموی اینه، میگه رسول خدا آمد نماز بخونه. بله عمر جلوش گرفت گفت مگر، دقت کنید اینجا رو بولد کنیم، مگر خدا نهیت نکرده نماز نخونی برای منافقین؟ بله. چرا میخونی؟ بله. عمر به رسول خدا. در همین هنگام آیه نازل شد موافق نظر عمر. بابا این که سر اگر روزه... نهی نازل شده پس این آیه بعدی تازه نازل شده که نهیه، این باید قبلا نازل احسن. شده باشه. احسن. مفسرین خودشون باقلانه گفته بابا این سازنده این خبر اقلا متوجه نبوده، اگر نهی قبلا نازل شده ای پیغمبر به منافق نماز نخون، خود ناقل میگه بعد از آنی که عمر یقه پیغمبر را گرفت آیه نازل شد مطابق دستور عمر عمل کن، نخون. یعنی جعل شتاب زده و نابخردانه. خب جعل درستی هم نکرده که با فکر بکنه بابا عمر میگه نهی نازل شده بعد میگه که نازل شد، تازه بعد از درگیری نازل شد. خب این همین همین خبر که تکرار شده از طریق ششمین سند میگه پیغمبر فرمود عمر اخرنی، یعنی برو کنار دیگه، حالا ترجمه فارسیش ولم کن عمر، ان الله خیرنی. خب کجا خیرنی؟ یعنی دروغ محض، هازا بهتان عظیم. لم یخیره الله بل نها ان، یعنی خدا نهی کرده بوده. این روایت جعلی میگه پیغمبر گفت عمر خدا منو مخیر کرده نماز بخوانم یا نخوانم، آیه نهی کرده سواء علیهم استغفرت ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله. لن داره میگه لن عدات درست از اون طرف هم میگه که ولو 70 مره 70 بار هم شما استغفار کنی قبول نیست. بعد خود امام الحرمینشون صاحب غزالی مشهور غزالی هم آورد این جمله را، اونم نوشته است که بابا خیلی شکلی میشه آیه که نهیه، روایت میگه پیغمبر گفته آیه منو نهی نکرده، خیلی نهیت کرده، پس آیا پیغمبر اسلام قرآن را متوجه نمیشد؟ این دوتا آیه که چه استغفار بکنی چه نکنی نمیبخشم مفهوم عرفیش چیه؟
استغفار نکن، یعنی نکن و من قطعا نمیبخشم. اگر در و تویی که رسول من هستی و من هر چی بگم اطاعت میکنی. پدر به پسر بگه اگر شما 70 بار هم بگی من پول نمیدم شما این ماشین را بخری. این چی میشه؟ چی میشه معناش؟ یعنی هرگز بعد یعنی تندترین نوع چی نهیه؟ 70 بار هم به من بگی پول بده فلان ماشین رو بخرم من نمیدم. خدا میگه ای پیغمبر 70 بار از من مغفرت بخواهی بدی به این آقا من نمیدم. درست؟ امثال باقلانی اینها 7-8 نفر از علماشون گفتن که آخه این چه روایتیه؟ پیغمبر با وجود نهی میگه خیرنی. این یک دروغ. از اون طرف عمر میگه خدا نهی کرده بعدن آیه نازل شده فانزل الله. این همین. درست؟ حالا چیز بعدی اون خنداوره دیگه، یعنی نمیشه نخندید. بله بفرمایید. حالا خندم گرفت بخاطر اینکه ماهیت اینه. روایت هفتم که ساختن گفتن نه، 3 نفر بودن این طرف، 1 نفرم اون طرف. اون طرف پیغمبر اسلام بود، این طرف عمر بود و جبرائیل بود و خدا. حالا به این شکل. این دیگه آقا عربا مسئله دارن میگن که مادری که بچهش مرده بهش میگن فکلا. بله. میگن فکلا رو هم میخند زحکت به فکلا. 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 میگه پیغمبر شروع کرد نماز بخونه. در روایت قبلی چی بود؟ عمر اخزچی لبابی چی بود؟ آره جلا... تلابیب. تلابیب لباس پیغمبر را گرفت. اینجا میگه اون که لباس پیغمبر را گرفته بود جبرئیل بود. داشت گردی اون که حائل شده بود بین پیغمبر و قبله عمر بود، آیه را هم خدا نازل کرد همونجا. 3 نفره پیغمبر را محاصره کرده بودن از تولید به مصرف. بله 3 نفره. بعد آیه که نازل شد پیغمبر تسلیم شد. خدا جبرئیل و عمر 3 نفره تازه متوجه کردن پیغمبر را قضیه از چه قراره. و این سازه اموی هاست. بله. بنی امیه و معاویه اینو می سازن. ایریت پیغمبرشون اینه. این 10 دقیقه برگردیم از قضیه. اهل بیت فرمودن و پیروان اهل بیت فرمودن این قضیه که پیغمبر متوجه نشه نماز بر منافق چی ممنوعه، عمر یاد بده. بعد خدا و عمر و جبرئیل 3 نفره پیغمبر رو مجبور کنن به چی؟ اینا برای پایین آوردن شأن رسول خدا. چون چه کسی وعده داده بود دفنن دفنا؟ بله معاویه گفته بود باید این مرد را دفن بکنیم. این یک. یعنی وقتی میاد میگه که مغیره. بله. مغیره ای که دختر رسول خدا رو به شهادت رسول. بله بله. مغیره ای که تو بدکار هستی ستمکار هستی. این حرفا چیه؟ دست از بنی هاشم وردار یعنی چی؟ اصلا این حرفا نیست. خود اسلام رو. بله. خود نام رسول خدا رو. بله. خود نام رسول خدا رو باید زیر پا له کنم. بله. اصلا دفنش کنم. خب برای دفنش باید اینا رو بسازه. خب دقت کن آیه فوق در سال 8 در غزوه تبوک نازل شد و عبدالله منافق در سال 9 وفات کرد. مثلا جائلین سواد تاریخی هم ندارن. چقدر اختلاف پیدا کرد؟ یک سال. 2 آیه نهی از استغفار در روایت فوق میگه پیغمبر گفته آیه منو تأخیر کرده. همه فقها فرمودن تأخیر نیست نهیه. این هم اشکال بعدی جنبندی. قاضی ابوبکر باقلانی گفتستن اصلا این اسنا این احادیث صحت نداره. تبرانی گفته، ابن مردویه گفته، بیهقی گفته رسول خدا در مقابل اعتراض عمر توجه فرمودی اگر این آیه را خونده. این آیه در سوره منافقونه. سوره منافقون در سال 5 نازل شده. این حادثه در حال چی؟ 9 بوده. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی با اینکه از علمای اهل سنت هست اعتراض میکنه بر این روایت اموی، میگه سوره منافقون قرن 4 نازل شده، سال 4 نازل شده. بله. در حالی که این اتفاق سال 9 اتفاق بوده. افتاده. پس این جاهلین ها وزارت جعل معاویه اینقدر بی سواد بوده، در فکر پول بودن دیگه. نه با هم جور در نمیاد. حالا در زجاج یکی از مفسرینه دیگه و ادبا هم هست. بله. ایشون گفته ول اکثر فی الروایه انه لم یصلی علیه اصلا.
و چیزی که در روایت بیش از همه دیدیم اینه که نماز نخوند. اصلا پیغمبر هست، اصلا این حادثه وجود نداره. ببینید در تبیان می فرماید قال انس اراد ان یسلی علی فاخذ جبرئیل ثوبه، فلان روایت میگه فاخذ عمر ثوبه، بالاخره عمر اینجا شد چی؟ جبرئیل. جبرئیل بله. اینو چکا کنیم؟ خب دروغگو حافظه نداره. بله زمخشری چه گفته؟ فإن قلت کیف جازت الصلاة علیه قلت لم يتقدم نهی عن الصلاة علیهم. اینا راست میگه، میگه اصلا آیه نهی بعد از آنی که این جریان را نقل میکنن نازل شده، اصلا نهی وجود نداشته که تا عمر بلند شه یقه پیغمبر را بگیره خدا تو را چی نهی کرده. جریان چی بوده؟ طبق قول خودشون اینجا بوده. طبق قول خودشون بله. زمخشر از اونهاست. بله بله. خب اینجا دقت کنید، ظریف کاری اینجاست. در این نقل بنا بوده عمر جلوتر بیفته از پیغمبر. ببینید خدا تبارک و تعالی، امین وحی الهی جبرئیل، پیغمبر اسلام، درسته؟ عمر بنا بوده جلوتر بیفته از پیغمبر به جای جبرئیل. تعداد از روایات گفته عمر یقه پیغمبر را گرفته بود، تعداد از روایات گفته چی؟ جبرئیل. آخر به این نتیجه رسیدیم اینجا بالاخره یقه پیغمبر را چه کسی گفت؟ آقایان گفتن اصلا یقه گرفته نبوده، اصلا یقه در کار نبوده، سال نهم با پنجم نمیخوره، سال نهم با ششم نمیخوره، سال نهم با هشتم نمیخوره. کل این وادی وادی جعل بوده برای نابود کردن مقام پیغمبر و بالا بردن مقام خلیفه دوم. اینها مملو است در کتابهای آقایانشی و خب این است و اونجا که ما خواستیم بگیم. بحث قبلی آیه مبارکه 51، یکی از جنجالی ترین مباحث تاریخ اسلامه، از سوره مبارکه عنکبوت، همون آیه‌ای که صحبت قرا میکنه، اولم یک فهم انا انزلنا الیک فلان. بله. ای پیغمبر کافی نیست برای اینها که من قرآن فرستادم. احسن بله بله. خب ما ببینید برای برنامه‌های بعدی 4 صفحه فقط سند آوردیم که این آقایان، حالا اب نداره، حالا فهمیدید که 5 دقیقه وقت داریم. بله اسناد رو بخونید، کلی ذهن آماده بشه. دارمی، ابو داوود در مراسیلش، ابن جریر طبری، جریر میخونه اشتباه ظاهرن، ابن منذر، ابن حاتم، اینا یک طرف، اسماعیلی در معجم خودش، اینها نقل کردن که کسانی، ببین این عبارت اینه، جا الناس من المسلمین، ترجمه فارسی چی میشه؟ جمعی از مسلمان ها، مردم جمعی از کی بودن؟ نمیگه به کتاب جائبه توسط باچه شده متعدی. بله. جا الناس من المسلمین به کتاب، به کتب این بخشی مسلمان های چند تا کتاب آوردن. قد کتبوها فیها بعض ما سمعوه من الیهود، مطالبی تو این کتاب ها بود، مطالب شنیده شده از یهود رو تو این کتاب ها آوردن. بله. پیش کی آوردن؟ پیش پیغمبرستان. پیغمبرستان فرمود احمق ترین احمقان شما هستید. پیغمبری که این همه بردبار و صبور و احمق الحفظ، احمق الحمق، همچون احمق الحمق، همچون تعبیری مفهومش این میشه که احمق ترین احمقان. خب آقا کیه؟ نگفتن. ببینید دارمی مخفی کرده، ابو داود مخفی کرده، ابن جریر مخفی کرده، ابن منذر مخفی کرده، ابن ابی حاتم هم مخفی کرده، اسماعیلی هم در موجب مخفی کرده. هر چی گفتن کیه؟ گفتن نمیگه. آیه نازل شد، بعد وقتی که اینها محضر پیغمبر آمدن، 1 2 3 4 حالا چیه؟ آقا مطالبی از تورات آورده، اگر اجازه بده جزء احکام اسلام بشه. فرمود احمقترین احمقان آن کسانی هن با وجود بیضا و نقیه، یک کتاب نورانی آسمانی را خدا به من داده، برن دنبال کتاب های آلوده‌ای که در گذر زمان شده تحریف و بله. خب اینها مخفی کردن. بیضا یعنی سفید، نقیه یعنی ناب، پاک. این آیه توبیخ صریح اولم یک فهم انا انزلنا علیک القرآن چی؟ حالا خدا اینجا میفهمه، خدا میفهمه بسشون نیست، کافیشون نیست که ما قرآن رو بر تو نازل کردیم. قرآن کافی نیست؟
درست. شأن نزولش رو من در 3-4 صفحه آوردم، آقایان در 1 جا 2 جا لو دادن شده تواتر. آقا اول ناسی نبوده، یک نفر بود با دخترش، عمر بوده و چی؟ حفصه. اینها کتابهای اون هم نه بعض ما قال یهود، نه جوامع تورات را نوشته بودن، آورده بودن پیغمبر اینها را به عنوان چی حساب کرد؟ احمق چی؟ احمق. خب برای پوشوندن این قضیه بود که معاویه تلاش میکرد کسی که آیه بر علیهش در توبیخش نازل شده و بنده 4 صفحه فقط سند آوردم، عیب نداره. خب شما میگید 3-4 دقیقه وقت هست، بخونید آقا اسناد رو بخونید، چون وعده هم دادیم به بینندگان. بله ببینید تو این اسناد، از دور البته نمیشه ریز نشان بدیم، فقط آدرس تفاسیره، که آدرس تفاسیر این که مجمع بیان از ما، المیزان از ما، حجت و تفاسیر، فخر رازی، مراغی، المنار، المنیر، تحریر، تبری، باز کشاف الی آخر، این تفاسیر نوشتن که پیغمبر فرموده عالمان اهل کتاب حرام خارن در قرآن زیلایه، دین فروشن، روش های مخالفت عالمان اهل کتاب با اسلام اینه، تورات تحریف شده را به شما یاد میدن. با وجود این جلسات خلیفه دوم که در 4 صفحه آوردم، غیر از اون مطالبی که تا حالا داشتیم، غیر از مطالبی که تا کنون گفت، غیر از غیر از روحا، بله روحا و اون مدرسه خاصی داشتن، بله اینها آمدن یک مجموعه درست کردن مدون، درست اون وقت طوری روش نوشتن حساسه، بخشی از این که مربوط به کعب الاحبار بود عرض کردیم قبلا، زبیر در کجا مخفی کرده بود؟ در یک گاو صندوق چند لایه؟ بله 4 لایه. بله خب سوال چگونه است یک، کجا نوشته؟ آقا میگم تاریخ ابن عساکر، آقایان یهود مطلبی یاد میده به خلیفه دوم، میده به زبیر، زبیر در یک صندوق 4 لا گاو صندوق مخفی میکنه، بعد از مرگش پیدا میشه، اما روایات پیغمبر را شما چیکار کردید؟ نابود کردید. خب ما اینا میخوایم بگیم در جلسه بعد، یعنی روایت یهودی که در زمان پیغمبر اصلا مدینه نیامد و مسلمان نشد و زمان ابوبکر هم مسلمان نشد، بله، فقط زمان خلافت عمر، زمان حکومت عمر اسلام آورد، این آقای چیه؟ بله. الان اسمش آوردید، سخنهای اون رو توی 4 لا قایم میکنید، بله، اما روایات رسول خدا رو در ملأ عام آتیش میزنید و هر کس بله. نقل کنه کتکش میزنید. به اضافه این جمله قبلا اشاره کردم که اصلا مسئله مالک ابن نویره چی بوده، یعنی یک آقای رو فرمانده ابوبکر خودش را کشت، به ناموسش تجاوز کرد، یادتون هست قبلا بحث کردیم اینو. اینجا میخوایم اینو بگیم، خالد ابن ولید رفون رو کش و همون شب به ما دلست. در ادامه این بحث خواهیم گفت اینو جعلیات خاندان چی؟ معاویه بوده، بله. اصلا قضیه از این قرار نبوده که این آقا وارد مدینه شده بوده، گفته بوده ما زیر بار این اسلام نمیریم، ما فقط پیغمبر اسلام را میخواهیم و احادیث او را. اینها تبانی کردن به بهانه زکات ندادن بکشیمش، اینا مرتد نشده بوده، متن روایت را بیارم، مسئله رد از اساس ساختگی. آقا سپاسگزارم و متشکر، و شما هم که برنامه رو به تماشا نشسته اید از شما سپاسگزاری میکنم. تقدیم به حضرت فاطمه زهرا این برنامه رو انجام دادیم و به انجام رسوندیم. عزیزان بیننده با ما در ارتباط باشید، ضمن ثوابی رو که بردیم و شما بردید پیشکش بانو سیدتون سال عالمین، با ما در ارتباط باشید و عرض دیگری نداریم جز این که از دعای خیر هیچ وقت فراموشمون نکنید. ارادتمندان شما هستیم. خدا نگهدار.
شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان. حسین.